تیموری، به نظر شما خودداری از تحویل اجساد 4 شهروند کردی که روز گذشته اعدام شدن به خانواده های اونها با چه هدفی هست؟ سلام به شما و بینندگان محترمتون. اول باید این رو بگم که تحویل ندادن اجساد این 4 جوان به خانواده هاشون یک عمل جنایتکارانه و غیر انسانی و نشون میده که در حقیقت رذالت نظام جمهوری اسلامی هیچ انتهایی نداره، به نحوی که نه تنها جان جوانان این کشور رو میگیره، بلکه حتی اجازه یک سوگواری رو هم به خانواده هاشون نمیده و این در واقع مصداق ناپدیدسازی قهری هست که البته در نظام جمهوری اسلامی بی سابقه هم نیست. در سال 1389 فرزاد کمانگر به همراه 4 زندانی سیاسی دیگر اعدام شدند و بعد از 13 سال کسی هنوز محل دفن این افراد رو نمیدونه. اما درباره اینکه چرا جمهوری اسلامی این اقدام رو انجام داده، من تصور میکنم دو هدف مشخص دارن. اول اینکه نظام به شدت نگران این هستش که مراسم خاکسپاری و یادبود این جوانان تبدیل به جرقه آغاز دوباره اعتراضات سراسری در ایران بشه، کما اینکه در سالهای گذشته هم مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز اولین اعتراض بزرگ در مقیاس بزرگ بود که انقلاب زن زندگی آزادی رو شروع کرد. دلیل دومی که حکومت از تحویل پیکرهای این اعدام شدگان به خانواده‌هاشون خودداری میکنه، به احتمال زیاد وجود آثار شکنجه بر بدن این زندانیان هست. ببینید، این 4 جوان 19 ماه در اختیار نهادهای امنیتی و بیرحم جمهوری اسلامی بودند، از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم بودند و به احتمال قریب به یقین تحت شکنجه های شدید قرار گرفتند و به واسطه این شکنجه ها دست به اعترافات اجباری زدند و به احتمال بسیار زیاد آثار این شکنجه ها هنوز بر بدن این زندانیان باقی مونده و حکومت حراس این رو داره که اگر پیکرهای اینها به خانواده‌هاشون تحویل داده بشه، آثار این شکنجه ها مشخص‌تر خواهد شد و ابعاد این جنایت نظام آشکارتر میشه. به همین دلیل حکومت در واقع در یک عمل بزدلانه و غیر انسانی تصمیم گرفته این افراد رو در مکان نامشخصی دفن کنه. خب آقای تیموری، 10 زندانی سیاسی در زندان قزل‌حصار هم اعلام کردند که در اعتراض به اعدام‌ها در ایران هر سه شنبه از این پس اعتصاب قضا می‌کنند. چه اعتراضی به نظر شما چه تأثیری می‌تونه داشته باشه بر افکار عمومی و جامعه جهانی؟ قطعاً تأثیر بسیار مهمی خواهد داشت. ببینید، همونطور که در گزارش شما اومد، در روزهای آینده قرار هستش که یکی از مقامات ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران سفر کنه و موضوع زندان‌ها، موضوع اعدام یکی از موضوعاتی هستش که زیر ذره‌بین خواهد رفت. در این شرایط اعتصاب قضای این زندان‌های زندانیان سیاسی در واقع صدای مظلومیت این زندانیان رو و صدای جنایات حکومت جمهوری اسلامی رو بیش از بیش در واقع به جهان خواهد رسوند. از طرف دیگه این زندانیان سیاسی با دست دادن به این اعتصاب در واقع آتش اعتراضات ضد حکومتی رو زنده نگه داشتن تا این لحظه ای که در واقع خیابان دوباره فعال بشه و لحظه ای که ما زمانش رو نمیدونیم، اما با توجه به بی‌ثباتی شدید نظام جمهوری اسلامی و نارضایتی شدید مردم، این لحظه قطعا دوباره فرا خواهد رسید.